خشونت در راهپیمایی امروز تهران. دست کم یک نفر در تیراندازی کشته شد. 10 سال زندان برای پالیزدار. جرم اقدام علیه امنیت ملی. افزایش واکنش‌های بین‌المللی به نتایج انتخابات ایران. آمریکا هم می‌گوید نگران است. و جدال طرفداران احمدی نژاد و موسوی به اینترنت هم کشیده شد. حمله به سایت‌ها به نشانه اعتراض. سلام عصر بخیر، با یک بخش خبری دیگر از تلویزیون فارسی بی بی سی با شما هستیم. در بین برنامه‌های امشب با شرکت در برنامه نوبت شما هم می‌توانید مشاهدات خودتون رو از وقایع امروز تهران و همینطور شهرهای دیگر با ما در میان بگذارید. تظاهرکنندگان معترض به نتایج انتخابات امروز در تهران در فاصله میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کردند. شمار تظاهرکنندگان صدها هزار نفر برآورد شده است. خبرگزاری‌ها گزارش کردند که صدای تیراندازی در میدان آزادی شنیده شده و دست کم یک نفر کشته شده و عده‌ای هم زخمی شدند. از طرف دیگر با ادامه اعتراض‌ها در مقابل سفارت‌های ایران در شهرهای مختلف جهان، واکنش‌های بین‌المللی به حوادث ایران هم ادامه دارد. جزئیات در ادامه برنامه، اما فعلا گزارشی بشنوید از همکارم نعیمه نامجو درباره تظاهرات اعتراضی امروز در تهران. میدان آزادی پس از پایان راهپیمایی. به گفته اعضای ستاد میرحسین موسوی که در میدان آزادی حضور داشتند، اندکی بعد از ساعت 8 شب صدای تیراندازی از ضلع شمالی میدان آزادی شنیده شد. بر اساس گزارش‌های دریافتی از ستاد آقای موسوی، این تیراندازی‌ها از طرف پایگاه بسیج در شمال میدان آزادی به گوش رسیده. خبرنگاران حاضر در این راهپیمایی هم می‌گویند صدای تیراندازی شنیدند و عده‌ای بر اثر تیراندازی زخمی شدند. یک شاهد عینی هم به شبکه پرستیوی گفته که مردم را در حال فرار دیده. بر اساس گزارش‌ها دست کم یک نفر در این تیراندازی‌ها کشته شده. گفته می شود تا ساعت 8 شب درگیری در فاصله میدان فردوسی تا میدان آزادی دیده نشده بود. در حال حاضر در بعضی از نقاط تهران نیروهای یگان ویژه در خیابان دیده می شوند. عصر امروز عده بسیاری از هواداران میرحسین موسوی در خیابان آزادی تهران راهپیمایی کردند. آقای موسوی و مهدی کروبی هم در این تجمع حاضر بودند. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم در بین طرفداران این دو نامزد معترض حضور داشت. این نخستین بار بود که آقای موسوی پس از اعلام نتایج انتخابات در جمع مردم حاضر شد. او از روی سقف یک خودرو برای هوادارانش سخنرانی کرد و گفت که برای انتخابات مجدد آمادگی دارد. محمد خاتمی هم در بیانیه‌ای از معترضان خواست آرامش خود را حفظ کنند. نعیمه نامجو، بی بی سی. اکبر گنجی نویسنده و فعال سیاسی از شهر نیوجرسی آمریکا روی خط تلفن با ماست و همینطور در استودیو همکارانم صادق سبا و امیر عظیمی با ما خواهند بود. آقای سبا، بر اساس گزارش‌هایی که رسیده یک نفر دست کم امروز در تهران کشته شده و تظاهراتی که به هر حال با مسالمت شروع شد نهایتاً با یک کشته، حالا اگر به پایان رسیده باشه به پایان. بله، البته ما دقیقاً نمی‌دونیم چه کسی درگیر بوده در این مسئله، یعنی کار چه نهادی بوده. به نظر پلیس، نیروی انتظامی گفته که ما نبودیم و حد زده میشه که احتمالاً از یکی از پایگاه‌های بسیج این تیراندازی صورت گرفته. احتمالاً کسانی به هر حال قصد دارن که این تظاهرات مسالمت‌آمیز رو خونین کنن، چون احتمالاً به نفع اونا خواهد بود. و البته همونطوری که ما در طول روز و دیروز از آقای موسوی و دیگران، آقای خاتمی و دیگران شنیدیم، همه‌شون دارن تأکید میکنن که آرامششون رو مردم حفظ بکنن، ضمن اینکه تظاهرات میکنن و وارد تشنج نشن، چون به هر حال تصور بر اینه که یه عده‌ای بعدشون نمیاد این تظاهرات مسالمت‌آمیز به خشونت کشیده بشه. ولی به هر حال اگر اولین کسی در این تظاهرات کشته شده باشه، این میتونه عواقبی داشته باشه، چون به هر حال تظاهرات خواهد بود، خانواده خواهد داشت، سوم خواهد بود، هفتم خواهد بود. ما در انقلاب 30 سال پیش یادمونه که چگونه موقعی که کشته میشد سومش مردم بیشتری میومدن و این میتونه عواقبی داشته باشه برای به هر حال حکومت ایران.
آقای گنجی، ممنونم از اینکه به ما پیوستید از شهر نیوجرسی. شما چه فکر میکنید؟ تظاهرات امروز رو قطعاً به هر حال دنبال کردید اخبارشو و خبری که ساعتی پیش به دست ما رسید مبنی بر اینکه یک نفر جان خودش رو از دست داده. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بندگان محترم ایرانی. من با تحلیل نظر آقای صباح موافقم. قطعاً مردم و رهبری این حرکت رو در دست دارن به هیچ وجه خواهان خشونت نیستن. مردم میکنن یک حرکت تماماً مسالمت‌آمیز به روش‌های مسالمت‌آمیز دنبال اهداف خودشون هستن. این انتخابات با تقلبی که به دستور مستقیم آقای خامنه‌ای صورت گرفته متاسفانه به اینجا رسیده و آقای خامنه‌ای گویی نمیخواد از کاری که کرده عقب بشینه و حاضره برای به خانه راندن مردم به خشونت متوسل بشه. در این حال مردم باید بدونن به هیچ وجه هیچ واکنش خشونت آمیزی از طرف مردم نباید صورت بگیره و توطئه اونها رو باید در نقطه خفه کرد. آقای گنجی، تظاهراتی که امروز برگزار شد بعضی از تحلیلگرها به نحوی معتقد بودن که به نوعی میشه این رو شاید تحلیل کرد مبنی بر عقب نشینی نظام یا حالا احتمالاً آیت الله خامنه‌ای، در حالی که ظاهراً تحلیل شما غیر از این هست. ببینید، آقای خامنه‌ای و نظام جمهوری اسلامی هر کاری تونستن کردن که این راهپیمایی انجام نشه و فکر می‌کردن که در این راه موفق میشن. شب گذشتم به شدت به خشونت متوسل شدن در سراسر کشور که این برنامه برگزار نشه. نافرمانی مدنی چیزی جز همین نیستش که قوانین ظالمانه رو مردم قبول نمی کنن. قانون ظالمانه رو اینا اینوز میخواستن اجرا بکنن و به آقای موسوی و طرفدارانشون و دیگر کاندیداهای محترم و مردمی که نظرشون رو اینا متقلبانه از بین بردن اومدن و با یک راهپیمای مسالمت‌آمیز نشون دادن و به اینها نگفتن. به هر حال هر نوع رویارویی دو طرف داره. یک طرف اینجا مردمی هستن که کاملا با آرامش دارن اهداف خودشون رو تعقیب میکنن، اما طرف دیگه این حکومتی هستش که به هیچ وجه نمیخواد به خواست مردم تن بده و اینها عادت کردن همیشه که با تقلب سر مردم رو گول بزنن. در انتخابات پیشین هم آقای خامنه‌ای همین کار کرد و این دور هم به دستور شخص مستقیم ایشون این تقلب صورت گرفته و با تاییدی که ایشون روز بعد کردش دیگه راه بازگشت داره برای خودش میبنده. در ملاقاتی هم که آقای مهندس موسوی با ایشون داشته و منتشر شده، آقای خامنه‌ای اونجا تاکید کرده که شما از جنس اینایی که تو خیابونا هستن نیستید. آقای خامنه‌ای چون خودش از جنس مردم ایران نیست، به مهندس موسوی هم میگه شما از جنس اینا نیستید و به این ترتیب میخواد بین کاندیداها و مردمی که امروز تو خیابان هستن فاصله بیندازه. داره زمان میخره که مردم رو به درون خونه ها برونه و بتونه اهداف خودش رو پیگیری بکنه. آقای گنجی، با توجه به شناختی که شما از سیاستمدارای اصلاح طلبی دارید که به هر حال الان در صحنه هستن، فکر میکنید که آیا این پیگیری رو خواهند داشت، ادامه خواهند داد؟ ببینید، از کسانی مثل آقای خاتمی، مهندس موسوی و آقای کروبینا نمیشه انتظارات خیلی عجیب و غریبی داشت. به هر حال این دوستان روشن کردن که در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی و با آرامش میخوان این اهداف رو دنبال بکنن و همین کار اگر هم صورت بگیره برای اولین بار ایستاده بشه در همین چارچوب، در همین میزانم این آقایون بیستن و مهندس موسوی و آقای کروبی نشون دادن که میخوام بیستن، این باز یک گام بزرگ به پیشه. اما به گمان من روندی که رژیم در پیش گرفته میتونه این حرکت رو از مدار خارج بکنه و مطالبات به صورت انفجاری بالا بره، به دلیل اینکه شما همونجور که آقای صباح الان اشاره کردن یک کشته و هر خونی میتونه مطالبات رو به صورت انفجاری ببره بالا و حرکت رو بازگشت ناپذیر بکنه. بهتر اینه که آقای خامنه‌ای به نیروهای نظامی تحت امر خودش دستور بده خویشتنداری خودشون نشون بدن و این خواست نیازی نیست که مردم دارن، که برای آقای خامنه‌ای میتونست یک انتخاباتی با 85% آرای مردم به ایشون بهش تن بده و این مشروعیت میبخشید به نظام و از سوی دیگه انتخاب آقای موسوی هزینه خیلی زیادی برای آقای خامنه‌ای نداشت. منتها اون خویی که ایشون داره و نحوه مواجهه‌ای که ایشون داره که کوچکترین تفاوتی رو نمیتونه تحمل بکنه
منجر به این حادثه شدش که متاسفانه الان هم درس نگرفتن و ابزارهای خشونت استفاده میکنن. حملات وحشیانه در دانشگاه ها به دانشجوها میشه، زنان رو بیرحمانه میزنن و این تصاویر در سطح جهانی همه دارن میبینن و این رژیمی که هیچ نوع مشروعیتی در گذشته نداشت امروز هم داره اون نامشروعیت خودش رو به نمایش جهانی میگذاره و به هیچ وجه مردم نباید با این دولت که دولت فرمایشی سلطان هستش همکاری بکنن. من یک نمونه مثال میزنم. آیت الله خمینی در انقلاب سال 57 از مردم خواست با دولت همکاری نکنن. پیشنهاد مشخص هم آیت الله خمینی داد، به مردم گفت شما قبض‌های آب و برق و تلفن رو پرداخت نکنید. این حرکت یک نوع نافرمانی مدنی بود که هیچ خشونتی هم در بر نداشت و موفق هم شد. مردم هم الان باید کاملا روش‌های غیر خشونت‌آمیز رو در پیش بگیرن.